سلام، در حال حاضر گفتگوی ویژه داریم با دکتر انورالحق حدی، رئیس جبهه ملی. بسیار تشکر از اینکه فرصت دادین تا گفتگوی با شما داشته باشیم. تشکر از شما. نخستین پرسش را از تعهدات کلان حکومت آغاز میکنیم، بعد روی مرکزی بودن و یا متمرکز بودن نظام و یا عدم تمرکز صحبت خواهیم کرد. اگر کوتاه اشاره بفرمایید آقای حدی که حکومت از دو سال و نیم بدین سو چقدر تانسته در تعهدات کلان خود موفق باشه؟ خب بار اول نیست، ما چندین وقت است که ادعا کردیم که حکومت در تعهدات کلان خود ناکام مانده. در تعهدات کلان به ارتباط امنیت اینا ناکام ماندن، در تعهدات کلان به ارتباط اقتصاد ناکام ماندن و بدتر از همه اینها در تعهدات کلان به ارتباط حکومتداری خوب اینا ناکام ماندن. خب امنیت طرف مقابل میخواد، ممکن 100% به دست اینا نباشند. اقتصاد هم امکانات میخواه ولی حکومتداری خوب کاملا به دست اینا است و متاسفانه که ایسا هم اینا ناکام ماندن. ما فکر میکنم که ایسا ایسا نه تنها حکومتداری بلکه در سیاست هم اینا ناکام میمانند. اینا زد و بندایی را شروع کردن که استقرار نداره، اصلا فاقد یک اصل سیاسی هستند و با اساس اعتبار خود از دست دادن. یعنی بس به قسم مردمایی که سیاست میکنن، حکومت میکنن، عقاید باید راسخ داشته باشن، عقایدشان جنبه اخلاقی داشته باشن. برداشت عمومی طوری است که حکومت عقیده نداره و از لحاظ کسی که عقیده نداشته باشه طبعا از لحاظ اخلاقیات هم یک کمی ضعف می داشته باشه و به اساس اینا در تعهدات بسیار کلان خود. اما در نخستین روزای کاری هر دو بزرگی حکومت میگفتن که ما شرکت سهامی نمیخوایم، هیچ افغان از افغان دیگه پستر و بلندتر نیست، ما سیاست حذف در ما نیست و ما نظام را مبتنی بر اصل کثرت‌گرایی و شایسته سالاری شکل خواهد دادیم. آیا چنین کردن یا نه؟ اینا صرف سیاست های پوپولیستی و رویکرد های عوام فریبانه بود. بله. خوب شد شما مثال های دیگه ای دادین. ادعایی که من کردم که حکومت ناکام است، شما چند موضوع دیگر که ذکر کردین مثال های دیگه است که حکومت در ایساحات ناکام مانده. اصلا پاپولیستی هم خو یک قسمت پالیسی است، یعنی در طویل مدت ممکن بعضی پالیسی های پاپولیستی و خلر مفید نباشه و لاقل در قصیر مدت مورد قبول مردم واقع میشه، اما اینا پاپولیست هم قدید عوام فریب هستن، یعنی چیزی صورت نگرفته ولی به مردم میگه که صورت میگه. به صورت مثال ما براتون میگم که مثلا حکومت بسیار وقت یک پروپاگاند کرده که پروژه تاپی ناجی اقتصاد افغانستان میباشه. تاپی از بین رفت، یعنی تاپی فعلا هیچ اثری نداره تا بالی به صورت صحیح تا شروع هم نشده. باز گفتن که چابار ناجی اقتصاد افغانستان میباشه، ولی ببینین چقدر وقت تیر شده، چقدر تاثیر کرده به اقتصاد افغانستان، چند نفر استخدام شده به ارتباط. خب برای یک پروژه است، برای یک دو هفته سه هفته اینا تیر میکنن، مردم مصروف نگاه میکنن، ولی ایده اگر پاپولیستی بگوین امکان داره. خب پس اینا توجیه میکنن ناکامی خود. آیا توجیه میتونه در حکومتداری به عنوان یک اصل کلان حکومتداری مطرح باشه؟ چون ما فرصت های کلان داریم، جهان روی ما سرمایه گذاری کرده، ما با جهان یک رابطه یک فصل جدید باز کردیم. پس رهبرای افغانستان که عوام فریبا هستند و در حقیقت دچار روزمره زدگی هستند، پس این ملت که دستاشون بریده شد به خاطر رای دادن، این ملت که هزارها آرمان را داره و هر روز ده ها نفر قربانی میتیم، پس اینا چی باید بکنن؟ خب امید است که در آینده از این تجربه خود پند بگیرن، یک اندازه تحقیق بهتر کنن و این تنها به دیگه مردم نه، به کل ما ارتباط داره، امکان داره در قسمت کل ما تندازی اشتباه کرده باشیم. انسان از تجارب خود یاد میگیره و امید است که با مردم از تجارب خود یاد بگیریم. در دموکراسی عوام فریبا زیاد است و کوشش کنیم که یک اصول را طرح کنیم تا بشناسیم که یعنی نگذاریم عوام فریبا باز مرا عوام فریبا. تشکر. حکومت بر مبنای دو اصل تقسیم شد، 50-50 بین آقای غنی و آقای عبدالله. اما یک طرف که آقای عبدالله رئیس اجرا است، اینا میگن که حکومت یا صلاحیت های کلان در اختیار علاقات مشخص در ارگ است و اینا تاکید میکنه بر تمرکز زدایی.
نمیخواین که بیشتر صلاحیت ها متمرکز باشه در اختیار اشخاص مشخص، فکر میکنین که این ادعا مبتنی بر عدالت اجتماعی است و واقعا چنین است؟ خب اگر تمرکز قدرت بر اساس قانون و بر اساس سیستم باشه، خب باید هم به با امو قسم باشه. ولی چیزی که اینا به او اشاره میکنن او ایست که مثلا بر اساس قانون نیستی، تمرکز قدرت بر اساس قانون نیست. ادعای اونا تا جایی که بر ما معلوم است ایست که یک تعداد محدودی از رفیقای جناب رئیس صاحب اونا به اصطلاح شامل همه راز هستن و در تصامیم شرکت میکنن، در حالی که کسای دیگه که موقف های کلان در حکومت داره اونا مثلا در این مسائل انقدر آگاه نیستن. چرا چون نست از دیدین؟ خب به این به طرز رهبری ارتباط داره و فکر میکنم شکایت اونا هم از جناب رئیس جمهور است که اونا شکل قانونمند رهبری را به پیش نمیبرن. یعنی وقتی که وزیر دفاع داشته باشی مسئولیت امور دفاعی باید وزیر دفاع باشه، نه ای که بنام وزیر دفاع یک کس باشه و در واقع کارش یک کس دیگه پیش بره. یا به این قسم وزیر خارجه اگر داشته باشی بنام یک کس باشه در واقع باز یک کس دیگه او را به پیش ببره. این طبعا یک کار خوب نیست. ولی اینمی موضوع دی حکومت بله دی حکومت همطور است و اینا از این ناحیه شکایت میکنن. اما یک شکل دیگه است که وام تمرکز و عدم تمرکز به ارتباط سیستم بعضی اوقات اینا شکایت می داشته باشن که او هم البته از بسیار وقت است اینا مطرح کردن. من در بسیاری مسائل با امرشان موافق نیستم ولی او فرق داره نسبت به این. منظورشان مشخص اگر شما به صراحت بگین، اشاره فرمودین که فرق داره، منظورشان از نظام عدم متمرکز چیست؟ خب بله، به اساس ماده با پوزش، به اساس ماده 137 قانون اساسی افغانستان که اداره افغانستان را تقسیم میکنه به مرکزی و محلی، میگن که حکومت افغانستان با اصل حفظ مرکزیت حکومت صلاحیت ها را تفویض میکنه برای ولایت های افغانستان که واحد های درجه دوست. پس این مسئله در قانون است، اما ظاهرا دیده میشه که همطور که شما اشاره فرمودید که رئیس جمهور هم وزیر خارجه است هم وزیر دفاع است، یعنی گاهی اوقات حتی کار قمندان امنیه را هم انجام میده. دوام این وضعیت. بله. گرچه منظور او برادرایی که عدم مرکزیت میخواه منظور اونا دیگه چیز است. در سابق مثلا در سالهای 1990 کسایی که عدم مرکزیت میخواستن منظورشان فدراسیون بود یا فدرالیزم بود که افغانستان به چند قسمت که به هر قوم مشخص باشه به او تقسیم شوه و حکومت مرکزی مثل که در بعض جاست وزارت دفاع و وزارت خارجه و بانک و چند موضوع چند وظیفه را داشته باشه متبقی اداره را باید به ولایت بتن. که ما در وقت هم را رد کرده بودیم، من فکر میکردم که یک تمهید است برای تجزیه افغانستان و اصلا اقوام افغانستان آنقدر با هم مزج شدن که ما نمیتونیم یک ساحر مشخص بسازیم که به این قوم است و به اون قوم ارتباط داره. همه اقوام افغانستان در همه جاها هستن، ممکن کم بعضشان زیاد باشه ممکن بعضشان کم باشه. چند سال قبل باز عدم مرکزیت به یک شکل شد که میگم ما سیستم ریاستی را نمیخوایم، سیستم پارلمانی را میخوایم. یعنی یک صدر اعظم از طرف پارلمان تعیین شوه و رئیس جمهور گرچه به صورت مشخص نمیگفتن خود شکل سیمبولیک داشته باشه. خود در اون صورت باید قانون اساسی کاملا تغییر کنه به خاطر که یک سیستم جداگانه است و تابال ایمی که آیا سیستم صدارتی چی خوبیایی داره که سیستم ریاستی نداره امیان معلوم نیست. مثلا قانون اساسی افغانستان 21 صلاحیت برای رئیس جمهور داده. بله. خب از این 21 صلاحیت کدامش زیاد است و به کی میدن و صدراعظم عین صلاحیت نمی داشته باشه یا بعضشان از بهشان گرفته میشه؟ اینی بحثه. اینا نکردن یعنی موضوع عدم تمرکز به قسم یک شعار پیش شده. تروس پوری دوی کن برنامه لری شغل وزیر پدی اولان؟ ما تروس پوری چه ندی آوری دلی لدین امیم ندی آوری دلی بگو کم آقا فدرالیزم پیسه کم صد خبری آوری دلی دی اما دا مثل بیا دوی وی اجرایوی صدارتی ویسی گی اجرایوی صدارتی لیبل صدارتی نت ساقه داری فرق لری اجرایوی صدارتی با وقت که یعنی نزین صلاحیتون بر رئیس جمهور سره ایزین بر غصره صدر اعظم سره دا باید یه منطقی ارتباط ولری سیاد بل سره بیا
یعنی په هغه کې رانیسي تصادم کې سره رانیسي، دغه بحث دوی پوره نه دی کړی. او بعضی اوقات حتی داسې خبرې کېږي، رئیس جمهور د یو قوم نه اوسېږي، صدر اعظم د بل قوم نه اوسېږي، رئیس پارلمان د بل قوم. د لبنان ماډل هغه کې، لبنان هغسې یو ناکام ماډل دی چې دغه تقریبا اویا کاله نم زیات، تقریبا پنځه اویا کاله د لبنان د استقلال د نصیبي تر اوسه پورې لبنان یو واحد ملت نه دی سره سوی. او طبعا زه مخالف یم د غوزنه په دې اساس کوم شی سي موږ په قانون اساسي کې دا خراب نه ده، نه ډیر زیات صلاحیتونه ورته ورکړ سوي دي. اکثرا هغه څوک چې چلی یعنی هغه یې ښه نه چلی، هغه یې ښه نه چلی که نه دوره مشکلات څه نه لري. اوس په همدغه قانون اساسي کې مثلا هلته دوه مادې دي. یوه ماده سې ده وایي چې جمهور رئیس باید سې ده پارلمان ته خپل ختمه شي سې ده وړاندې کړي، اصل خطوط اساسي د دولت او حکومت وړاندې کړي، دا ورته وړاندې کړي او پارلمان تصویب کړي. متاسفانه ندی حکومت نه قبلی حکومت هیڅ وخت د خصوصي اساسي دولت غوی ته نه دی ولادي سي او نو دیس نه ده سي نه دوی د صلاحیتونه ډیر زیات دي، بلکې په ځینو اوقاتو کې دوی هغه صلاحیتونه نه بجای کی یا ډیر وخت د سي کېږي چې دوی د اساسي قانون نه هغه کې تخلف کوي. مثال په ډول باندې اوس په اساسي قانون کې د شاروالو انتخابات، شاروالان باید انتخابي وسیږي، ولی 15 کال کېږي چې موږ شاروالان انتخاب نه ان قبل انتخابات نسی کېدلی، هرات کې نسی کېدلی، جلال آباد کې نسی کېدلی، کچیر دې کېدلی سي، ولې دوی سره نه کوي؟ اما دوی خوښ دي په دې باندې چې خپل صلاحیت او خپل قدرت وساتي، خپل ملګري او خپل طرفداران په مغو موقفونو باندې سي. هغه ډېر پر درآمده موقفونه دي، هلته یې سده سده وټاکي. نو زما په عقیده یعنی مشکل دا نه ده سي ریاستي سیستم سده ډېر خراب ده یا حتما د دیکتاتوري پخوا باندې سده ځي، بلکې دا خلک صحیح عملي نسي کولی. ګوره په امریکا کې ریاستي سیستم دا اورز رئیس جمهور غوښته سي ګوره یو قاضي ودرو، هلته چکس اند بالانس ده. زمونږ په سیستم کې چکس اند بالانس ده، دغه کنټرول شته ده. ول داسې څوک یې نه کوي، قاضي نه کوي، یو بل څوک یې نه کوي، اپوزیسیون یې نه کوي، ولا که ودرېږي کولی سي، که ودرېږي کولی سي. اما دغسې د قوي ارادې څوک نشته ده، زه نه وینم چې هغه کې نه پارلمان کې داسې یو هغه سړی یعنی متمرکز په معنا د هغې چې په یو څه شي باندې فوکس وکړي، هغسې یو شی نشته ده، پالیسي نشته ده. هغوی هم خپلو خبرو باندې سه هغه دي مصروف دي. متاسفانه موږ یو داسې قوي اپوزیسیون نه لرو. موږ اپوزیسیون یو، البته زه د اپوزیسیون په نامه باندې سه هغه کې غږېږم. خو که چېرته مثلا ډاکټر صاحب عبدالله په اپوزیسیون کې وای، پارلمان کې به غټ ډېر خلک درلوده، والیان به درلوده، نور به درلوده، په حکومت باندې احتیاط تاثیر کولی سوی. او زه فکر کوم دا مهمه ده چې په هر ډیموکراسي کې یو حکومت باید یو فعال او قوي اپوزیسیون ولري چې حکومت لارې ته صدر راوړي. خلک دنه چې په اپوزیسیون باندې وغه غوزه غواړم، دا تاسو په سرات توګه دا جواب ولرم شغله وزیر چې آیا د ډاکټر عبدالله ادعا سم ده چې حکومت باید نامتمرکز شي؟ متمرکز دی یا حکومت متمرکز دی قانون اساسی په اساس او نامتراکم هم دی، ولسمشر په اشتباه شکل د خپل د صلاحیتو په اساس حکومت چلی، کوم ادعا سي ولسمشر پر ځای کار کوي یا ډاکټر عبدالله؟ ښه و نادر ته نسم ویلی، لږ به په تفصیل چې وغږېږم. فعلا ډاکټر صاحب عبدالله خبرې زیاتر شعاري دي، هغه نه ده نه میکانیزم نه ده تشریح توضیح کړی. پخوا یې ویلي چې باید صدارت اوسېږي، پارلماني سیستم اوسېږي، او پارلماني سیستم هغه د رئیس جمهور قدرت اخلي، صدر اعظم ته یې صدا ورکوي، نو هغه څه شی دی؟ ښه، بیا یو وخت کې داسې راغی چې یو رئیس جمهور دی موسي، صدر اعظم دی موسي، صدر اعظم دی بیا څه ده، لکه د ظاهرشاه په وخت کې اوسې اجرایي صدر اعظم دی، د پاچا له خوا ځینې انتخابېږي. خو بیا هم هغه دوه سره حکومت راځي، یا به څه ده پوره د رئیس جمهور ته مسؤول وي، رئیس جمهور یې هر وخت کولی شي چې هغه کې کی. دغه موضوع پوره نه ده واضح سوی چې دوی د قوم لپاره اشتراک غواړي، دوی د ځینې صلاحیتونه دي چې رئیس جمهور د دیکتاتوري خواته کشکاږي، هغه غواړي چې ورنه لري کې، هغه به کوم یوي، کوم صلاحیتونه دي چې مثلا په نورو جوی کې دیموکرات رئیس جمهوران لري او زمونږ هغه یعنی دیموکرات رئیس جمهوران نه لري او زمونږ رئیس جمهور سره لري. دغه بحث درست نه ده سوی، ولې دا بل برخه هم ده، هغه هم دا ادعا لري چې رئیس جمهور غواړي دغه کوم شی چې دی ټول شی په خپل لاس کې. چرا رئیس جمهور افغانستان
شک و تردید داره روی ماموران ارشد خود آقای هدی و اعتماد نمیکنه. رئیس جمهور همونطور که اشاره میشه یک علاقات مشخصی در ارگ است که گفتگوهای صلح به شکل سری گاهی پیش میبره، علاقات مشخص است که به امارات عربی با رئیس جمهور سفر میکنه، بعضی اوقات از یک مثلث صحبت میشه که اینا فقط حکومت افغانستان، اینا چرا فضای حکومت داری دچار این شک و تردید است؟ خب ما قدر جای برای حد زدن ندارم و تا اندازه زیاد ما فکر میکنم مربوط به خود جناب رئیس جمهور میشه. هر کس یک کرکتر جداگانه داره، از بعضی مردم کرکترشون بسیار باز است، شفاف است، بعضی مردم بسیار بسته هستن. ممکنی خب ممکنی هم باشه که اینا به صورت غیر نرمال یک در یک ریاست جمهوری غیر نرمال قرار گرفتن. خب قرار است که او را شریک بسازه با راکشه سب عبدالله، اعتماد نیست، جانبین چیز نیست، اعتماد نیست، ممکنه دلایل باشه. ولی وقتی که انسان با یک حالت مواجه شد و یک تصمیم میگرفت، باید اون تصمیم صادقانه به پیش ببره. وقتی که حکومت قدرت شریک شد، باید صادقانه ای را به پیش میبرد. یا ایست که ساحات دکتر سب عبدالله را مشخص میسر که به این ساحات خودت مسئول هستی، این ساحات من هستم، و یا هم بسیار به شکل باز بر اساس در نتیجه یک بحث اینا پیش میکردن. ای که دکتر سب عبدالله هم چندین بار شکایت کرده که وزرایی را که دکتر سب عبدالله تعیین کرده با اونا اعتماد نمیشه، صلاحیت ندارن، و در حالی که یعنی یک معین در یک وزارت زیادتر صلاحیت داره نسبت به یک وزیر. من نمیخوام نامه را بگیرم، اصلا خوب نیست، ولی این شکایت ها است. چرا به این قسم میایه؟ ممکن اگر کسی دیگه می بود امی روش و پیش نمی بود. پس ممکن مربوط به عدالت ملی نیست با توجه به این تاریخ. اوه هیچ ابدا هیچ وقتی که معاون نخواست با رئیس جمهور صحبت نکنه، رئیس اجرایی با رئیس جمهور اعتماد نداشته باشه، وقت ما اعتماد و صداقت بین 3-4 نفر که در سطح رهبری نداشته باشیم، پس حکومت عدالت ملی نیست. به این صورت نیست. اگر از شروع نبود یک حکومت ائتلافی است، این حکومت ائتلافی میتونه که با همکاری با یک دیگر کار کنه. همه حکومت ائتلافی که یعنی تقسیم قدرت است و بعد شروع اینا با همکاری کار نکردن و تا بالم نمیکنن و بعد از هم نخواهند کرد. از این خاطر است که ما 3 سال از دست دادیم و ما فکر میکنم 2 سال دیگر هم از دست میدیم. متاسفانه کمکایی که به افغانستان میشه بالاخره دونرها مانده میشن، نمیتن کمک. ما 5 سال دیگر دیداره فعلی دکتر سبانی دکتر عبدالله ما از دست میدیم. حکومت یعنی مملکت به پیش نمیره، اداره به پیش نمیره، حکومت ما خرابتر میشه و متاسفانه امکانات ما ضایع میشه. پس شما متاسف هستین برای رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان؟ تمام. به هر حال تشکر. یک خلایی که در این مقطع به توجه میرسه آقای هدی ایست که حکومت یک اپوزیسیون قوی نداره و از طرف احزاب که شما هم یکی از احزاب در حکومت افغانستان هستین، احزاب هم نتانسته که نقش تعیین کننده و نقش نظارتی و توأم با فشار را بر چگونگی عملکرد حکومت داشته باشه. ضعف را شما در حکومت می‌بینید؟ آیا حکومت زمینه نمیده بر احزاب که فعالیت بکنه یا احزاب ضعیف است؟ یکی از خب هر دویش است. احزاب ضعیف است ولی حکومت هم نمیخواد که احزاب قوی شود. مثلا در قانون انتخابات، خب اگر حکومت قوی باشد پارلمان باید پارلمان به اندازه کافی رای داشته باشه، باید مردم خود از پارلمان قناعت داده بتانه. این حکومت و حکومت قبلی قانون روان میکرد به پارلمان هرچی که شد، بازشان در راه گم بشد که بازشان هم از این قصاب آمدن و دیگر را رد می شدن. ای امو نهایت بیکفایتی حکومت است که قانون خود به او قسم روان کنه و او را پیش یعنی از طرف پارلمان رد شوه. احزاب ما تا زمانی که به شکل قانونی برای احزاب یک حمایت نشوه، من فکر نمی کنم که احزاب ما قوی بانه. افرادی که در پارلمان هستن اونا منفعت شخصیشان بیشتر است، در استقلال منفعت شخصیشان بیشتر است نسبت به اینکه عضو یک حزب باشه که یک دیسیپلین داشته باشه که از یک پالیسی پیروی کنه، تا اینکه خودشان با مردم هر معامله‌ای که کردن در اون وقت او را به پیش ببره. مثلا ما پیشنهاد کردیم و پیشنهاد احزاب چندین بار از طرف متاسفانه از حکومت رد شده. مثلا در قسمت شفافیت انتخابات 5-6 بار ما حتی سمینار دایر کردیم، مکتوب برای رئیس جمهور روان کردیم، با دکتر صاحب عبدالله صحبت کردیم که به می قسمی که شما کمیسیون انتخابات تعیین میکنین، باز ما متیقن هستیم که در آینده هم شفافیت انتخابات به میان نمیآید. بگذارین
از گروه های سیاسی، از بعض جمعیت های کلان سیاسی به قسم ناظر در موجه در کمیسیون انتخابات باشن که نظارت کنن که رای دزدی نشوه، و یا اقل خود کمیسیون در دمی دزدی رای و دمی خیانت و عدم شفافیت شامل نباشه. در گذشته ها دائم کمیسیون انتخابات جز عدم شفافیت و جز اینمی فساد انتخاباتی بوده. خب ما میگیم که اگر از طرف مقابلم کسی باشه لاقل ممکن قدر با آسانی نتونه. یا در قسمت احزاب ما گفتیم که برای احزاب کل کشور یک حوزه تعیین کنیم، یعنی برای یک حزب در هرات و ننگرهار و بدخشان و مزار شریف هر جایی که کسی رای داد کلش رایشون جمع شوه، ببینین که به صورت اوسط مثلا گفته بودیم که 30% احزاب رای برای پارلمان، سیتای پارلمان برای احزاب داده شوه، ببینین اگر به صورت اوسط در کل کشور یک وکیل مثلا 10,000 رای میگیره، در کابل باز مردم بس 1,000 رای کامیاب شدن، خب به صورت مثال 10,000 20,000 باشه و یک حزب 100,000 رای به دست بیارن، اجازه بدین که حزب 5 نفر خود تعیین کنه، یک حزب دیگه مثلا 200,000 نفر بیاره. ما کدام امتیازی نمیخوایم که برای احزاب به 1,000 نفر بیایه و از دیگرا به 5,000 و به 10,000 بیایه، نه، اما اوسطی که برای دیگرا است کنه مورا برای احزاب تعیین کنین، ولی تنها برای احزاب کل مملکت یک حوزه بسازین، این می هیچ وقت قبول نشده تا زمانی که این متر یک حالت نبه. مثلا در جرمنی هم احزاب بسیار خرد بود، باز اونها یک قانون گذاشتن، قانونی بود که هر حزبی که از 5% رای در کل مملکت کمتر گرفت او در پارلمان برشان جایی نیست، رایش به دیگه کرد، به دیگه احزاب به صورت متناسب داده میشه. اونم بسیار کمک کرد. حالا اونجا مثلا 4-5 حزب کلان است، هیچ احزاب خرد دیگه نیست. اگر در افغانستان هم متر شوه که حزبی که مثلا از 5% رای کمتر بیاره هیچ نباشه، یا 2% یا 3% هر مقداری که اینا میگن کفایت میکنه. در ترکیه اونا 10% گفتن، من فکر میکنم 10% بسیار بلند است، اما 5% اگر نداشته باشه شما. اینا حکومت هیچ هم کاری نمیکنه، حکومت فعلی هم کاری نمیکنه. دکتر سبغنی واضح کرده بود که اینا یعنی سیاست با احزاب ارتباط میده، ولی متاسفانه یکی از موعدها است مثل گواده ها که بجا نشد. خود کرزی سه قدر زیاد به احزاب علاقه نداشت، خب اونا میگفت احزاب بدنام هستن، راستم میگن که احزاب بدنام بودن، ولی ایمانی رو نمیدن، شخصیت هم بدنام هستن. نگال یک کسی که بعضی مجاهدین هم بدنام هستن، حال ما او رو بگویم که دیگه کلشان خراب بگویم، بعضی روشن فکران بدنام هست، بعضی رؤسای قوام بدنام هست، کلشان خب ما به مو یک کاتگوری گرفته نمیدانیم. متاسفانه که هم احزاب فعلا ضعیف هستن و هم حکومت اینطوری قصد نداره که احزاب تقویت کنه. در دموکراسی بازیگران اصلی احزاب است و در انتخابات هم نقش تعیین کننده داره. شما از ضعف حکومت گفتین و از عدم حمایت حکومت از احزاب، اشارات تلویحی داشتین به احزاب که از 1343 تا حالا متاسفانه گاهی رادیکال و چپ و راست شکل گرفته ولی نتایج خوب نداشته، خیلی چون روانه غیر یک دو سه جریان عمل کردن. ضعفای کلان در احزاب امروز چیست که نمیتونه از عملکرد حکومت نظارت بکنه، بخصوص در حزب شما؟ خب تعداد مردم و تعداد کسایی که در پارلمان است اگر به اندازه کافی نداشته باشی و قدر تاثیرگذار نمی باشی، نه تنها حزب ما بلکه هیچ حزب در پارلمان اینطور به صورت متحدانه که یک 40-50 نفر داشته باشه و حرکت کنه به اون قسم چیز نیست، موجود نیست. خب یک چیزی داره، یک ارتباط با یک حزب داره، ولی در حرکات خود کاملا مستقل می باشه و به اون اساس اینا پیش میرن. در یک دموکراسی مهمترین قدرت احزاب در پارلمان است. از او خاطر است که ما تمرکز میکنیم سر پارلمان، سر رای دهی. اگر این سیستم انتخابات برای احزاب یک کم مساعدتر بسازه، کل حوزه مملکت یک حوزه بسازه، ما فکر میکنیم که احزاب کلان ظهور میکنه. ولی در غیر از او، خب ولو که مردم هم داشته باشیم، مثلا در پاکستان حزب جمعیت اسلامی بسیار مردم دارن ولی پارلمان قدر نقش ندارن و بنابراین در سیاست مملکت هم قدر نقش کلان داشته نمیتونن. اونم دو حزب مردم پیپل
و مسلم لیگ اونا در پارلمان زیاد مردم دارن، آل تحریک انصاف عمران خان هم شده، اینا نقش می داشته باشن. ما میگیم ما میخوایم در چوکات دموکراسی کار کنیم، در پارلمان کار کنیم، و در پارلمان باید احزاب قوی باشه. ترجیح ما ایست که یک 4-5 حزب کلان باشه، پروگرامشان معلوم باشه، موضوعاتشان، موضوعگیریشان معلوم باشه، اینطوری که هر کس در هر موضوع جداگانه موقف بگیره. متاسفانه که حتی حکومت فعلی ما در موضوعات عمده حاضر نیست موقف بگیره. جناب رئیس جمهور مثلا در قسمت تذکره موقف نگرفته که علتش چیست؟ به خاطر که میترسه که اگر ما از کلمه افغان تیر شوم در اینجا، ممکن یک تعداد مردم مرا به پیش اونا منفور شوم، و اگر شامل کنم یک تعداد دیگه به پیش اونا منفور شوم. ولی حکومت کردن اینمی تصامیم میخواه. پس حکومت ضعف، حکومت ناکام است در امر تصمیم گیری تذکره الکترونیکی؟ مطلق، مطلق ناکام است. و این ناکامی به خود رئیس جمهور ارتباط میگیره، اونا رهبر هستن، اونا بالاخره تصمیم میگیرن. خب اگر فکر میکنن که باید تذکره توزیع شوه و اینا به کلمه بی عقیده ندارن که کلمه افغان در ملت بیایه، پیش برن امور عملی بسازن، با اما متوجه عواقب هم باشه. بسیاری مردم ممکن او را باز جزام بدن. اما یک امر بسیار مهم هم است که رئیس جمهور بارها از واژه اجماع ملی یاد میکنه. ای به این معنا که میتونه به اجماع دست پیدا بکنه و بساس ماده 65 قانون اساسی افغانستان هم مشوره کرده میتونه رئیس جمهور. چرا رئیس جمهور از یک امر بنیادین که شفافیت را در کارزارهای انتخاباتی میره فرار میکنه؟ خب ما به عنوان یک رئیس ما حد میزنم که هر کس خوش داره که قدرت زیاد داشته باشه، و دکتر زبغنی هم بسیار خوش داره که قدرت زیاد داشته باشه. هر قدر که این قوانین شفافیتشان ضعیف باشه، به ما اندازه صحیح قدرت اینا زیاد می باشن. برای رئیس و اعضای کمیسیون گفته میتونم که چی کنن، و ما برای تان اطمینان داده میتونم که یک تعداد زیادشان از گپ ارگ باز نمیگذرن، در گذشته هم نگذشتن و بعد از هم نمیشن. آلی کمیسیون هم در اختیار ارگ است فکر میکنین؟ حتما 100% در اختیار. پس وقت کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار ارگ باشه و از ارگ کنترل شود، پس انتظار شما از انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری چیست؟ ما انتظار خوبی نداریم، به خاطر که ریفورم نامد، اصلاحات نامد، اونمو خرک و اونمو درک است، اما حالت سابق است. اینمی کمیسیون است، حال تا حال میگن که اونمو کارتای سابق است، اینا ممکن چیز کنن، استفاده کنن. ایچ اینا موضوع ایره که ریفورمشان چیست و چطور میتونن که جلوی تقلب بگیرن، هیچی موضوع مطرح نشدن. ما چندین بار به حکومت دعوت یعنی اسمشان خواستیم، چلنج برشان دادیم که همین بحث در محضر سیاسیون بکنن، ولی حکومت تیری خودم میارن، حاضر نیست. پس کمیسیون مستقل یک شعبه، شما یک موضوعگیری قبلی هم داشتید، بله. من به خاطر دارم کمیسیون مستقل انتخابات یک شعبه از ارگ است، بله؟ یعنی این برداشت من خود از لحاظ قانون نیست، از لحاظ قانون نامستقل است، ولی در عمل پذیری. ولی در عمل ما فکر میکنیم که همینطور است، به خاطر قبلا هم اینطور بود. حالا هر چیزی که ارگ گفت اونم چیز عملی میشد، و همیالم جریان تعیین کسایی که برای شده، یک کسی هست که اونا حتی گفتاشان تیپ هم شد، نام گرفته میتونید؟ نه نمیخوایم نام بگیرم، باز براتون میگم میتونید که باز با عمره خودشان کدام وقت گپ بزنید. اونا این جریان رو گفتن که این مدیریت شده، مدیریت شده. و آله ما که میشنوم حتی در داخلم همینطور مردم، خب این با معنای نمیده که هر کدامش مدیریت شده، امکان داره اوجه چند نفری که چیز با این راستی به صورت پروسه شفاف آماده باشه، ولی اونا 7 نفر هستن و اونا میخواین 4 نفر کنترل داشته باشن تا بتانن مسائل خود از اون را بپیچن. تشکر، قدمونو کتون کو لند دادم دیر زر بیرتر از قدر مرکتون که بیام کراغل است. چون دو گندون و پروند غگیدو او انتخابات و پروند اسلامی گند هم اقا گنده چه نوی حکومت سر راغلی خو ده گند را تک سر ده جنگون و پر دگرون که مو کم توپیر نگورو او تروس پر عملی گامونه ندیو شد سیوی تاس چون را خوشبینی هستی ده گند را تک ده
خواه حکمتی ارسیب دیر وقت مسلحانه مبارزه کرده ده مغشورونه دی داود خان دی وقت دزر شاد دی وقت زیرنا او کله سید تصمیمونی و سیدی با مسلمه تمیز مبارزه کی دیموکرات مبارزه کی منګل پر د خبر او ما بلا ما اول نسید که تایید کرد اسلامی ګوند یو لوی ګوند او د جهاد په وخت کې ممکن د ټولنه به مهم تر ګوند هم دا او په ټوله کوڅه وو یو څه اما یو شمیر خلک لکه شکایت نه لري په هغه وخت کې ورځینه اسلامی ګوند خصوصا حکمتیار صاحب تقریبا 50 کاله چې د مصالح مبارزه کړې وه د ځای شاد وخت نه را شروع شوی وو کله چې دوی تصمیم ونیو چې دیموکرات مبارزه کوي او مسالمت همیز ډول مبارزه کوي موږ لپاره دا یو ښه خبر و کلیسا یو خبره خدای مراوله موږ هم په همدغه باندې ورته خوشحاله یو د جهاد په وخت کې سده یو مهم ګوند و ممکن له بل هر ګوند نه سده د یو ګوند نقش به سده زیات و په خلکو کې ولې خلک یو څه شکایتونه یې هم درلودل موږ امید دا ده چې په مسالمت همیز ډول دوی سده مبارزه وکړي که خلکو ورته رایه ورکړله ولې نه حق لري چې هغه در شي خو امید دی چې دغه پروسه شفاف اوسي کې زه ډېر شیان اورم نه غواړم چې ډېر زیات ورباندې وغږېږم موږ لږ ذره یو څوک چې وایي چې خدای او دی موږ وایي بې شکه که موږ ته دوی وایي چې موږ په سالمه تمیز مبارزه کوو فقط دیموکراسي ته راځو موږ وایي ولې ډېر ښه کار نشته ده موږ ډېر نور خلک دي چې هغوی لږ شک و تردید لري په دې کې نو امید دی چې هغه شک و تردیدونه واقعیت نه اوسي ځینې خلک وایي چې دا د یو پروژه ده سی پی دی کې ترکیه هم شامل ده او عربستان هم شامل ده او پاکستان هم شامل ده خوای سي د تقویه کوي او نور څه د ضعیفه ای او ځینې خلکو عکس العملونه هم په دې باره کې څه د ښودلي چې دا د یو خاصو خلکو د تضعیف لپاره راغلي دي امید دی چې په دغه شیان نه اوسېږي امید دی چې په همدغه څه یې ویلي دي په همدغه شکل باندې اوسېږي زه دوی د ځینو ملګرو سره غږېدلی یم ما ته یعنی انشاءالله چې په دې کې به هغه نه وي او که دا د پروژې راسي افغانستان کې هغه ځینې کړی چې د رهبري ادعا کوي په دوام خط د رهبري کې غواړي اوسي او دریم خط کې اوسي د ده لپاره که کوم الټرناتیف وي بیا په دې حساب تاسو څه فکر کوئ که چېرته یو خاص مملکت څه ده د یو چا څه د ملاتړ کوي خو طبعا هغوی په غیر عادلانه ډول په بې انصافانه ډول هغوی مخکې کیږي مثلا که یو هیواد چاته یو $100 میلیون ورکړي چې ته لاړ څه نور څه د مبارزه کوه او نور یې ونه لري طبعا دوی هغه څه ډېر مخکې کیږي لکه چې پخوا هم داسې سوي دي په دې هغه کې ولې موږ امید دا ده چې مطابق د افغانستان له قوانینو سره دوی خپل سیاسي مبارزه په مخ بوسي د افغانستان خلکو ته صدقه هغه ورکړي قناعت ورکړي او همدغسې اوس دوی وایي چې موږ معتدل اسلام غواړو موږ د معتدل اسلام طرفدار یو معتدل اسلام پخوا په جهادي ډلو کې دی پیر صاحب ډله پیر صاحب د خدای و بخي مهازي ملي په معتدل اسلام هغه مسما او حضرت صاحب هم اما تر پرونه پورې بخنه غواړم دوی انتحاري هم کوو او د کابل په نظامی مصالحانه دوی جنگونو کې عملا شریک وو او امریکایانو ته دوی ویلي افغانستان ته ویلي چې اشغال شوی هیواد دی نو دا اشغال شوی هیواد ته راتک او د هغه انتحاري او د جنگونو نه یوارې صلح ته راتک دا تغییر د موقف انسان کېدای شي تغییر د موقف وکړي او موږ هم که دوی دا تغییر موقف واقعي اوسېږي یعنې ظاهري نه اوسېږي نو په صورت سره زه ورته خیر مقدم وایم خدای دې وکړي سمداسي خدای دې وکړي نور ډلې هم طالبان هم په همدغه لار باندې ستراسي ولې که واقعي نه اوسېږي و بیا نو څه د ډېر ناامید کنینده ده او خطرناکه ده بیا په صورت سره سه د هغه ځینه اما زما هیله دا ده چې دا به هغه اوسېږي واقعي اوسېږي اما دا چې رښتیا واقعي ده کړه ده هغه باید تاسو سره تحقیقات وکړي تشکر د سولو په خبرو کې تاسو څومره شریک یاستئ سوله په افغانستان کې له 1300 کالونه دی خواته د کمیسیون تحکیم سوله نه دی خواته د مونږ ډیر انرژي په دې ساحه کې مصرفیږي ډیر پیسې لګیږي خو دا د یو پروسې نه ډیر ګیم ته معلومیږي ډیر تلاشونه وشو د افغانستان د حکومت له لارې نه همداراز ځینې لوی هیوادونه سیمه ییز تلاشونه یې وکړو نتیجه صفر فکر کوئ چې په دې برخه کې دا حکومت هم ناکام دی تر اوسه پورې هم ناکام دی تر اوسه پورې بالکل ناکام دی هیڅ هم څه نه لري چې وښيي او د حکومتي اسب دوی راتګ معول د سیاسي لحاظه دا مهم دی ولې د سولې په پروسه کې ممکن غوړ ډېر مهم نه اوسېږي ځکه جنگ نور خلک کوي جنگ ډېر زیات جنگ د طالب له خوا ځینې نه دی داعش له خوا ځینې نه دی خو په غالب احتمال سره ډېر هغه اساسي
ستنه پکې طالبان دي او یو په موقف کې د کوم خاص تغییر نه دی راغلی. متاسفانه حتی یو دوه کاله مخکې چې موږ له دوی سره په دوحه کې وغږېدلو، الاقل یو درې مشخصې غوښتنې یې وکړلې. اوس دغه غوښتنې هم نورې مشخصې نه دي. مثلا په هغه وخت کې دوی وویلې چې موږ غواړو بین المللي قواوې له افغانستان نه ووځي. ښه، ممکن قابل دی هغه اوسېږي، قابل دی قبول اوسېږي. غوښته یې چې یو موقت حکومت راسي د یو څو کلو لپاره، دې حکومت سره موږ کار نه کوو. ښه، که سوله راسي دا یو غټ قیمت نه دی. موږ ډاکټر صاحب غني سره موږ وغږېدلو، ده ویلې که یعنی په ظاهر کې لا اقل رادی نه کړله دا خبره. او درېیم موضوع، غټه موضوع دا اوس قانون اساسي کې بس دا کلک تغییرات راسي. کوم تغییرات؟ هغه یې ونه ویلې. بیا پس دغه ځې نه دوی دغه موضوعات نور نه دي واضح کړي چې کوم هغه به سي دا او دا شی نه کمیسیون د صلح کولی سي. حکومت نم حکومت اول کې فکر کوو چې دا طالبان مطلق دي که پاکستان په لاس کې دي، او که پاکستان موږ راځي که نو سوله تیاره دی. طالبان په همدې هم خفه دي چې دوی موږ ورته ګوډاګیان ښکارو او موږ د چا ګوډاګیان نه یو. دوی ته به ثابته کړو دغه ځې نه هغه د حکومت هغه پلان چې سوله د پاکستان لارې هغه ناکامه ده، بل پلان نه لري تر اوسه پورې چې موږ وایو چې خود طالبان له خوا نه کوم پلان نه لیدلی. دغه یو دوه درې غوښتنې چې ده کړي، اما جامع پلان نشته ده. او د افغانستان موضوع متاسفانه د سولې موضوع اوس ډېره پیچیده سوې ده. پخوا یوازې امریکې کولی شوی چې په پاکستان باندې فشار راوړي او په افغانستان کې سولې سره تر زیاته اندازې پورې کومک وکړي. ممکن ځینې طالبانو بسې ده مقاومت بسې ده کوو، اما یو غټ دردسر بسې ده نه و. ولې متاسفانه اوباما په پاکستان باندې کوم فشار چې رانوړ، اما اوس که امریکا هم غواړي، امریکا دغه قدرت نور نه لري چې په افغانستان کې په انحصاري ډول باندې دلته دوی سولې سره کومک وکړي. اوس بل فعله روسیه بیرته شامل سوله د افغانستان په جګړه کې، د ایران او د عربستان رقابتونه بیرته تازه سول د تیرو درې څلورو کلو کې، د هند او د پاکستان رقابتونه دې سرحد ته رسیدلي. پخوا هم وو، اما اوس یو رسوا کننده هغه ته رسیدلي دي، سرحد ته رسیدلي. امریکي موقف هم معلوم نه ده. داسې روسیه هم پرې راضي سي، امریکا هم پرې راضي سي، پاکستان هم راضي سي، هند هم سي، ایران هم سي، عربستان هم سي، دا ټول هغه سي. داسې یو لار رسوله، طالب هم سي، دا حکومت هم سي، داسې ورځ په ورځ سختېږي. او هغه چوکاټونه چې حکومت پخوا دغه کړي وو، تیار کړي وو د سولې لپاره، هغه زه فکر نه کوم چې نور ډېر کاري واوسېږي. ولې طالب هم خپل چوکاټ نه ده ښودلی، امریکا هم خپل چوکاټ نه ده ښودلی. زه فکر کوم زمینه دې لپاره ده چې نور یو خلاص بحث دلته وسي. او زه فکر نه کوم چې دا به دومره ساده وسیږي چې امریکا وکولی شي دغه وکړي. متاسفانه هغه موقع چې امریکا یې درلودله، هغه یې له لاسه ورکړله. اوس دا موضوع ډېره پیچیده سوې. په سیمه کې هم ځینې کانفلیکټونه دي، تاسو ورته اشاره وکړه ښاغلی احدي. روسیه ډېر فعال شوی له پخوا نه، ایران سره تا دوی ویلي چې موږ د طالبانو سره اړیکې لرو، همداراز ایران عربستان یو بل سره کنفلیکټ لري، او هندوستان او پاکستان. افغانستان هم یو ضعیف ملک دی چې که تیرو 500 کالو ته وګورو، د ځینو قدرتونو جنگ د منافع ټکر په افغانستان کې و. فکر کوئ که لیډرشپ کوم اشاره چې تاسو ورته وکړم داسې ضعیف وي، بیا یو سوړ جنگ یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره د جنگ میدان مونږ جوړ نسو؟ ولا یو د دلایلو ځینې چې داس مونږ حالت دومره پیچیده هم څه اغاز مونږ ضعیف لیډرشپ دی. دا لیډرشپ فقط ټولې خبرې یوازې ار کې وخت یوازې جمهور رئیس پورې صداړه لري. د پاکستان په پالیسی کې ممکن حتی وزیر خارجه هم په دې بحث کې شامل نه و. ممکن اتمر صاحب به و دغه ځې نه، اما په غیر دغه ځې نه زه باور نه لرم چې نور چا سره دا صحیح بحث وي. زه مطمئن نه یم چې حتی ډاکټر عبدالله به پوره په دې هغه کې صدا هغه شامل و. دا یو انحصاري پالیسي او دا پیچیدگی او دا بی ظرفیتی په حکومت کې، حکومت کې ظرفیت هم نورده. یعنی مونږ ساختارمند ولسمشر خو یو اکادمیک کس دی، دا د ساختار باوریه ټولو ته انتخاباتو کې ویلي چې مونږ ساختار جوړو، ټیم جوړو، لیډرشپ، مدیریت، سنرمنجن به مشخص وي، ټول لوی ساختارونه به مشخص وي.
ولی حکومت د یو ساختار محور سیستم نه فرد محور او د فرد محور اونم دوه درې کسان دي چې د استخباراتي او سیاسي کارونه مخته بیایي. ښه، رئیس جمهور ډېرې خبرې کړي چې هغه یې نه دي په سر په جای کړي. رئیس جمهور زما په عقیده په عمل کې ساختار ته غوره توجه نه لري، هر څه ته غواړي هماغه شی. یعنې یو ډیموکرات نه دی، یو اقتدارګرا دی. ښه، ډیموکرات او غیر ډیموکرات فرق لري که نه؟ که خلک ورته رایه ورکړي خو په ډیموکراسي باندې صدق راځي. د خپل هغه سټایل دی رهبري په دې ډول ده چې دی فکر کوي په هر شي باندې ښه پوهېږي او ضرورت نشته چې بل چا سره دغه رفتار دیموکراتیک دی که اقتدارګرا؟ خدای اقتدارګرا ده، اما اقتدار کېدای شي اقتدارګرا شخص به یو دیموکرات ډول باندې صدق کامیاب شي، انتخاب شي. بدترین مثال، بدترین مثال هتلر ده. هتلر په دیموکراسي لارې باندې صدراغ خو بالاخره اقتدارګرا شو، دیکتاتور. اما که په غوره دیکتاتور هم صدق نشي، بیا هم ځینې رئیس جمهوران دي هغه په خپل ځان باندې ډېر زیات هغه لري، باور لري نسبت نورو ته، ولې په ډیموکرات ډول باندې صدراغ. زه چې کوم بل شي ته په تشویش کې یم، رئیس صاحب په انتخاب دی شخصیتونو کې دی فقط هغه چا ته قدرت ورکوي چې د ده فرمانبردار اوسیږي، او په نتیجه کې څه شی سوی دی چې په حکومت کې ظرفیت له منځه تللی دی. وزیر ده مګر د وزارت ظرفیت نه لري. زه نه غواړم نمونه واخلم، ما کوم خاص هغه دښمني له کوم خاص وزیر سره نه ده. او دغه هغه حالت دا په ټولو سکتورونو کې دي، په شمول د امنیتي سکتور. او که په دغه ډول باندې چې وسي، نو یو د بینالمللي حالت ډېر پیچیده سه، له بلې خوا ستا خپله د دولتي ظرفیت امنیتي قوت نیم څه ده کم ده، او د ډیپلوماسي ظرفیت نیم څه ده کم ده. نو خدای دې زمونږ وکړي، پرده وکړي په دې حالت کې. د اخرینې پوښتنې په توګه، تاسو ویلي چې باورمندي نه لري، یوازې په خپل ځان باندې ولسمشر باور لري، او ستراتیژیک تعهدونه یې چې درلوده په هغه کې ناکام دي په افغانستان کې، لکه فساد، لکه د کابل بانک، اقتصاد، امنیت، صلح و جنگ، لکه انتخابات، شایسته سالاری، په دې لویو مسایلو دا یوازې د ویاندانو په توجیهاتو باندې نه کېږي، او هغه هیڅوک نه مني. دوی ویاندم ولکه داسې یو ظرفیت ولري چې یو شی توجیه وکړی. عطا بیان دوام د وضعیت، ستاسو په اند چې د ګوند مشر یاستی، که دغه وضعیت دوام ومومي او د حساسیتونه چې په سیمه کې پیدا شوي او امریکا کې چې نوی لیډرشپ راغلی، دا وضعیت که دوام ومومي، ستاسو په اند د افغانستان کشتۍ به کومې خواته لاړ شي؟ ښه، موږ خو با خدای یو نیم کال کېږي زه دا خبرې کوم، چې زموږ حالت ښه نه ده، او موږ لپاره اوسي ما ولې نوي انتخابات وسي، مخکې له وخت نه دي انتخابات وسي، او دا د ډیموکراسي له اصولو سره دا برابر ده، خصوصا په داسې حالت کې چې تېرو انتخاباتو کې واقعي برنده او غیر برنده معلوم نه سو. که نه به ویلې ته اول موقف د دوه موقف هغه هم د قانون اساسي نه په هغه کې و، په تخلف کې و، ولې خو متاسفانه بین المللي دنیا موږ زموږ خبرو ته هغه ونه کړله، توجه ونه کړله. او زه ډارېږم چې دغه تخلفات له قانون نه، دغه بې معنا توجیهات، دا به چې د دوام وکړي. هماغه چې شروع مې دې مصاحبه کې درته وویلې، زه متاسفانه 15 کاله له لاسه به ورکړو. زه فکر کوم 2 کاله نور به چې موږ ضایع شي، موږ به مخ نه ځو، او دا حکومت هسې توجیه کوي. او رئیس جمهور چې ده وویل اول کال زه راغلم ما فقط د رژیم بقا مې کړه، خو ته رئیس دی هغه وې د انتقال وې، تا تمامه دنیا ته چې ده هغه ورکړه اطمینان ورکړه چې موږ اماده یو دې ځنه دفاع کوو، څه کوو څه کوو، ولې دومره چې ده په یو عجیب غریب حالت کې چې ده قرار چې ده لري. بیا یې ویلې پروس کال وی چې ده نه پوهېږم څنګه ده، اوس 2018 کې بیا چې ده هغه وایي چې دا یو ډېر حساس کال به وي د هغه ځینه سوالس په دغه تیر سه 15 داسې تیر سه 14 سه ولس ته هم داسې تیر سه، نو اتلس کې به بیرته سه د مبارزه انتخاباتي شروع کیږي، زمون 15 کاله ضایع سو، او دا یو هغه یو بی تاثیر رهبری و متاسفانه. او منګه یعنی ټول ملت بل دې زده متزر دی، یو ګوند مش په توګه تاسو غواړي چې هر څه زر انتخابات تر سره شي، د رهبری یو خاطر شي بل رهبری راشي. زه خود طرفدار دي مخکله وخت نه انتخابات ویم، خدای دې کې دا په 15 میاستو کې شپږ میاستو کې وسی، که یو کال انتظار وکړي بیا نو په نورمال ډول هم څه دوه کاله بعد باید انتخابات وسی، بیا دا خبره خپل اغل اهمیت لاسه ورکوي.
ولی از منګه از ما خپل شخصي او از منګه د ډلې فشار اوس پدې کې د سراتونکو انتخابات شفاف وسیږي، ولی متاسفانه دا حکومت د شفافیت لپاره هیڅ کار نه کوي. متاسفانه از منګه دونران اکثر وخت دومره خوش باور دي او چې حال ته حکومت ورته وي یار ګورته وي ما شاید به څه تکراري بیا نو څه کوي وروسته چې وخت تیر شي ناکامي راغلی بیا وایي و که تاسو انتخابات مو شفاف نه سي موږ خپل هغه در باندې بندو کومکونه در باندې بندو. افغانستان خلک دوه ځلې سره دوازده لیست افغانستان خلق جزاق کی یو نه حق حکومت رو باندې تپل کیږي، دوم بیا کومکونه مور باندې دلیږي. دونران نم زړه راضی نه م په دوی په جدیت باندې په دغه ارتباط باندې دوی ډیر شای کولای شي. د افغانستان اوسنۍ حکومت خلکو ته دومره ځان مسئول نه غني لکه دونر ته غني. که دونر ورته لږ ذره په شدت څه ده وایي دوی بالکل څه ده آرامیږي او د دونر خبره مني. دې ملت خبره څوک نه مني، د خلکو خبره دوره څوک نه مني. فقط دوی خواهش بودیجه د هغه په لاس ده او تر څو پورې خارجي قواوې وي د هغوی حمایت وي د هغوی بودیجه یې اطاعت وکړه. دې ته توجه تشکر انورلق احدی رئیس جبهه ملی افغانستان، بسیار تشکر از لطفتان که وقت دادین تا با شما گفتگو داشته باشیم. تشکر از شما لطف کردین. تشکر. ممنون هستیم از شما که تا این دم با ما بودین. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.